بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الامر و الزمان. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن. عرض سلام و احترام و ادب داریم خدمت همه شما سروران عزیز. خوشحال و مسرور هستیم که به حمد الله توفیق داریم یک جمعه دیگر در یکی دیگر از برنامه های موعود در اسلام مهمان نگاه های سراسر نور شما عزیزان باشیم و انشاءالله سعی بکنیم مطالبی را که مد نظر داریم بیشتر بهش فکر بکنیم و معرفت نسبت به ولی عصر و زمان داشته باشیم. مدتی به این طرف ما برنامه های من را در راستای شرح دعای عهد و درس های از این دعا، هرچند شرح مختصر هست ولی به هر حال درس های درش نهفته است که میبایست یک فرد منتظر باید آگاه باشه و سعی در انجام دادنش بکنه. ما صحبت های را در مورد فرازهای اولی دعا انجام دادیم و صحبت کردیم، رسیدیم به اینجا که فرد منتظر خطاب به حضرت ولی عصر و زمان میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا. بحث روی تجدید بیعت و پیمان و میثاق با ولی عصر و زمان هست، او پیمانی که هیچگاه از شدت و حدتش کاسته نمیشه و همواره منتظر سعی میکنه تا بر قدرت ای پیمان خودش بیفزاید. انشاءالله در همین راستایی که چه درسهایی در این فرازمان هفته صحبت خواهیم کرد، از شما عزیزان تمنا میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. درود دیگر عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان. همونطور که اشاره کردیم انشاءالله در مورد فرازهایی از دعای عهد صحبت خواهیم کرد که فرد منتظر و دعا کننده از خداوند متعال تقاضای افزایش و در واقع تقویت این روحیه تعهدی که نسبت به ولی عصر و زمان داره را تمنا میکنه و از طرفی هم خطاب به حضرت ولی عصر و زمان و از ایشان استمداد کمک میکنه برای که انشاءالله فرد منتظر خوبی باشد. در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب استاد حسینی عزیز هستیم و انشاءالله در این راستا ایشان سوالاتی را خواهیم داشت. استاد خیلی خوش آمدید، عرض سلام داریم خدمت شما و انشاءالله که حالتان خوب باشه. سلام علیکم و رحمت الله هم خدمت شما و همکارای گرامی شما و بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام احترام دارم. سپاسگزار هستیم. استاد عزیز اشاره شد که مؤکد است و خیلی تاکید شده که دعای عهد در آغازین ساعات روز بعد از نماز صبح تلاوت شد و خوانده شود و در این فراز از دعا هم دعا کننده میگه که اللهم اینی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و فرازهایی که در ادامه هست. میخوایم بدانیم که چه اهمیت داره ای که فرد منتظر خودش را ملزم بدانه که رابطهش را با ولی عصر و زمان محکم تر بگردانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اشاره خوبی فرمودید. در بخشهای دعا، یعنی هر بخش را که ما مد نظر قرار بدیم، هر کدامشان یک پیام، یک درس برای ما داره. مخصوصا در این قسمتی از دعا که بحث ما و شما به این قسمت ها رسید، دعا کننده داره یک تجدید پیمان و تجدید عهد میکنه با حضرت ولی عصر. در این جمله همون قسمی که شما اشاره فرمودین، دعا کننده میفرماید اللهم اینی اجدد له فی صبیحت یوم هذا و ما عشتو، خدایا من تجدید عهد میکنم با امام زمان خودم در این صبحی که آغاز کردم و ما عشت و تا زمانی که من زنده هستم. این واقعا عهد و پیمان بسیار استوار و محکم و مستمره. یعنی گاهی انسان یک پیمان دوستی به یک کسی میبنده، ممکنه پایدار و مستحکم و همیشگی نباشه، اما در این قسمتی از دعا، دعا کننده به عنوان یک شخص منتظر داره هم تجدید پیمان میکنه. تجدید پیمان ممکنه که در گذشته ها اگر تخلفی از انسان سر زده باشه، خطایی از انسان سر زده باشه، توسط تجدید پیمان میخواه او خطاها جبران شود. یعنی ما میگیم یا ولی عصر، اگر ما اشتباهاتی از ما سر زد، اگر در راستای اهداف ما گامهای عملی و استوار بر نداشتیم، الان میخوام دوباره تجدید پیمان ببندم و با شما عهد کنم که انسان صالح و شایسته ای باشم. و این تجدید پیمان ما که وقتی انجام میتیم، از امی لحظه میگیم خدایا ما با ولی عصرمون تجدید پیمان میکنیم در این صبح و تا زمانی که زنده هستم.
این در حقیقت ما داریم با ایش تجدید پیمان خود بیمه میکنیم. بله. در پناه خدا و حضرت ولی عصر خود قرار میتونیم که میگم خدایا ما این تجدید پیمان میکنیم تا زمانی که زنده هستیم. و بعد هم نکته ای که در این قسمت دعا هم اشاره شده، عهدن و عقدن و بیعتن، یعنی ما هم تعهد میکنیم و هم به عنوان یک گره محکم ای را گره میزنیم و هم دست بیعت دراز میکنیم. حالا درست است که ما مستقیما با حضرت نمیتونیم از نظر فیزیکی و از نظر وجودی خارجی با حضرت ارتباط برقرار کنیم و دست پیمان دراز کنیم و دست حضرت، دست مبارک حضرت بگیریم، درست است این فرصت و زمینه فعلا برای ما مساعد نیست، ولی میتونیم با تعهد درونی و عهد و پیمانی که میبندیم، ما عهد میکنیم که اگر امروز ما در محضر تو به صورت فیزیکی حاضر نیستیم، یعنی نمیتونیم دست با شما دسترسی فیزیکی داشته باشیم، ولی او اهدافی که شما دارید که همان هدایت و رستگاری و سعادت فردی و اجتماعی هست، میخواهم امو سعادت و امو راه رسیدن به قله های رفیع از کمال و انسانیت را پیشه خود قرار بدم و از خود شروع بکنم تا کم کم محیط و اجتماع خود را بسازم. این در حقیقت ما میخواهیم پیمان ببندیم که با حضرت ولی عصر امون اهدافی که تو داری اون اهداف را ترویج کنیم، چنانی که در روایت هم از حضرت ولی عصر نقل شده است که اگر پیروان ما و دوستداران ما در اون عهد و پیمان که اینها بستن با ما اگر استوار بمانند و با هم متحدانه گامهای عملی را بردارن، نعمت دیدار ما برای اونها زمینش فراهم خواهد شد. این پیام بسیار مهم و اساسی دارد که ما اگر واقعا بخواهیم حضرت ولی عصر را درکش، این حضورش را درک بکنیم، ما بیاییم از طریق تجدید عهد و پیمان و از طریق ترویج اهداف حضرت ولی عصر زمینه ظهور را برای حضرت فراهم کنیم. یعنی ما در حقیقت داریم با این تجدید پیمان میخواهیم او فرمایشاتی که حضرت نسبت به پیروانش داره بار دیگر تجدد ببخشیم و این پیمان مستحکم و استوار بسازیم. یعنی به عبارتی بر انرژی ما در راستای فعالیت مهدوی می افزاید و ما را ملزم می سازد که بیشتر از دیروزمان و روزهای قبلمان خودمان را در قبال ولی عصر و زمان در قبال مکتب مهدوی مسئول بدانیم و به فرمودی حضرت عالی در راستای ترویج فرهنگ مهدوی گام برداریم. استاد اگر این طوری شوه، هرچند اشاره به یک اثر شد که نفس انرژی گرفتن یک انسان و انگیزش منتظر نسبت به احورد منتظر یا حضرت ولی عصر و زمان هست، در کنار هیچ آثار خوب و برکاتی را برای یک فرد منتظر به همراه داره، این نفس تجدید بیعت کردن. عرض کنم خدمت شما که یکی از آثار برازنده که در این تجدید پیمان و عهد وجود داره، نفس امیدواری و آینده نگری است. یعنی ما وقتی که تجدید پیمان میبندیم میگیم خب ما خود آماده میکنیم و با حضرت عهد میکنیم که هر وقت و زمانی که خدای عالم بخواهد حضرت ظهور بکنه، ما در رکابش جان نثاری کنیم. و این جان نثاری کردن از خود شرایطی داره، نیازی به این داره که ما بیاییم خود اصلاح بکنیم، اصلاحات درونی خودمان را شروع بکنیم تا به حرکات و افعال ظاهری ما بیانجامد. در این قسمت یک روایت را از حضرت امام صادق علیه السلام که ارتباط میگیره و سوال شما، عرض کنم خدمت شما که حضرت در این روایت میفرماید: من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. یعنی میخواهد خصوصیت یک فرد منتظر را در این روایت بیان میکنه. یک کسی که میخواهد منتظر باشه، او چه خصوصیت باید داشته باشه و این انتظار چه آثاری را داره؟ یکی از خصوصیاتی که میگه شخصی منتظر داشته باشه، باید حالت انتظار رو در خود ایجاد کنه. حالت انتظار تنها نشستن و ساکت ماندن نیست، انتظار از خود آثاری داره، از خود نتایجی داره. فرض کنیم شما، ما یک دوستی را داریم، یک دوستی را کلی که دوستی عزیزی ما هست، در یک مسافرت رفته یا در یک مسیری رفته، از یک مسیری داره عبور میکنه. ما آیا وقتی که حالت انتظار داریم آیا ساکت منشینیم یا لحظه لحظه
این حالت در خود ایجاد میکنیم که یک حالت معلوماتی برای ما به وجود بیاید، یعنی از اون شخص مسافر ما، اون عزیزی که فعلا در کنار ما نیست، یک معلوماتی به دست ما بیاید. حالا فرض کنیم در اصل ارتباطات ما اگر در نظر بگیریم، ما فعلا یکی از وسایل ارتباطی تلفن است. خب ما هر لحظه انتظار ایره میکشیم که توسط تلفن ارتباط برقرار بکنیم با اون شخصی که حالت انتظار او را داریم که از او یک معلوماتی به دست ما بده. این انسان منتظر آرام قطعا آرام نمینشینه، این هر لحظه داره تلاش میکنه که ارتباط خود برقرار بسازه. شخص منتظر هم این خصوصیت باید داشته باشه که یعنی از طریق دعا کردن ما دعا بکنیم برای حضرت، مخصوصا در روایات که تأکید شده که میفرمایم مخصوصا وقتی که ذکر مصائب و مصیبت های خاندان میشه، در آخر جلسه فرد منتظر یک ارتباط خود با حضرت برقرار بکنه. حالا جمله دیگری هم اگر نگفت، حضرت حداقل این جمله را با خودش زمزمه کنه و با حضرت ارتباط برقرار کنه: اللهم عجل لولیک الفرج. این اثر داره در زندگی انسان. و نکته دومی که در این روایت اشاره میکنه، فلیعمل بالورع، اهل عمل باشه، که عمل مهمه. یعنی ما گاهی در زبان میگیم اللهم عجل لولیک الفرج، ولی وقتی میدان عمل آمد میلنگیم. فلیعمل بالورع، ورع یعنی بالاتر از تقواست. تقوا انجام واجبات، ترک محرمات هست. یک انسان متقی چه انسانی میتونه باشه؟ یک انسانی که واجبات رو انجام بتن و محرمات رو ترک کنه، این میشه انسان متقی. اما ورع بالاتر از اونه که حتی تنها به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا نمیکنه، یعنی بیشتر کوشش میکنه که رضایت پروردگار عالم به دست بیاره، که از طریق رضایت پروردگار عالم، قطعا در رضایت پروردگار عالم رضایت حضرت ولی عصر به عنوان ولی نعمت ما هم نگفته است. میگه فلیعمل بالورع، باید به تقوا و پرهیزگاری و ورع خود را آراسته کنند. و در آخر هم میفرماد اما حاسن الاخلاق، نیکوها و اخلاق شایسته‌ای که یک انسان منتظر باید داشته باشه، این انسان باید داشته باشه و هو منتظر، یعنی خصوصیات داشته باشه، انتظار داشته باشه، اعمال صالح و شایسته را انجام بدهد، اهل عمل هم باشه، تدین و تقوا داشته باشه و محاسن اخلاق هم داشته باشه، با روی گشاده با انسان‌های مؤمن و منتظر برخورد کنه و هو منتظر. یه انسان میتونه مصداق منتظر باشه که هم اصلاحات درونی را در خود ایجاد میکنه و هم امیدی به آینده داره و همچنین اصلاحات در بیرون هم به وجود میاره. در این صورت ای میشه یک انسان منتظری واقعی که او زمان میتونه ادعا بکنه که بله ما یک انسان منتظر هستم و یک شخصی هستم که دارم تلاش میکنم برای اینکه زمینه سازی کنم، زمینه را فراهم کنم، زمینه را مساعد بسازم تا برای حکومت جهانی حضرت. قضا حکومت هم حکومت جهانی است، چون ما در بخش‌های قبلی از دعا هم خواندیم یک جمله‌ای که ما وقتی که دعا می‌کنیم، یعنی از تنها از جانب خود دعا نمی‌کنیم، از جانب همه مؤمنین، تنها از طریق خود، تنها از طریق خانواده خود، تنها از طریق دوستان و مخلصین خود، نه تنها از طریق اینها بلکه از همه مؤمنین، فی مشارق الارض و مغاربها. چون انسان منتظر، این انسان منتظر چی انسان است؟ یک انتظار را داره که او شخص مصلح جهان است، انتظار شخصی را میکشه که او حکومتش جهانی را فرا گیره، او ظلم و ستم را از تمام جهان و جهانیان برمیچینه، نه تنها در یک محیط بلکه در تمام جهان داره حکم روایی مطلق داره. درود خداوند بر شما استاد عزیز. نکات ارزشمند و ارزنده ای را اشاره فرمودین، از جمله در مورد زمین سازی ظهور. گاهی وقتا برطرف کردن موانع خودش به عبارتی میشه گفت که ما سبب شدیم که انشالله بر روز فرج نزدیکتر شویم، و یکی از موانع هم ممکن است گناهان و بی‌لیاقتی بعضی از مدعیان انتظار باشه، که انشالله که مصداق چنین صفاتی نباشیم. از شما یک فرصت کوتاه میگیریم و برمیگردیم، در خدمتتون هستیم انشالله. همراهان عزیز، مهدی یاوران گرانقدر، انشالله که نگاه حضرت صاحب الامر را در زندگانی من داشته باشیم و یاد ایشان باشیم، تا انشاءالله درک کنیم که ایشان هم قطعا به یاد ما هستند. بیان برنامه را با هم ببینیم و برگردیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
درود خداوند بر همه شما عزیزان در مورد درس هایی از دعای عهد و با این عنوان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و فرازهایی از دعا که دعا کننده بیعتش را مستحکم تر میکنه نسبت به حضرت ولی عصر و زمان. استاد عزیز، ما در منابع دینی از بزرگان دین شنیدیم که یک فرد منتظر نباید به یک حالت قرار بگیره. او فردی که دو روزش پهلوی هم، یعنی امروز و فردایش با هم مساوی باشه، مغبون هست و اگر خدای نکرده فرداش بدتر از امروزش باشه ضرر کرده. در همین راستا یک فرد منتظر را در وصفش داریم که منتظران واقعی کسانی هستند که با ناملایمات مواجه میشن. در میان این کسایی که ادعای انتظار دارن، خیلی هایشان از عقیده خودشان بر میگردن، اما یعنی به عبارتی غربال میشن، اما یک تعدادی از این منتظران واقعی باقی میمونن. آیا تجدید بیعت کردن با حضرت ولی عصر و زمان یا متصل نگه داشتن این سیم با دل حضرت حجت ارواحنا له الفدا در این فرازهای دعا هم اشاره شده؟ میخوایم نظر شما در قسمت داشته باشیم. بله، عرض کنم خدمت شما که یعنی ما وقتی در این قسمت دعا میکنیم که اللهم این اجدد له فی سبیت یوم هذا و ما عشره عهدن و عقدن و بیعتن فی رقبتی، در گردن خود میگیرم، یعنی این که ما یک عهد یا یک پیمان یک تعهد به گردن میگیریم، در حقیقت یک نوع افتخار کردنی به او پیمان هم میتونه باشه. ما ممکنه با در بعضی موارد، حالا اگر ملاحظه کنیم، ممکنه توسط فضای حاکم یا جو حاکم در عصر ممکنه یک کسی تعهد بدن، پیمان ببندن، ولی در این افتخار نکنن. ولی کسی که میایه دعای عهد میخونه، در حقیقت هم تعهد میکنه و هم پیمانی مستحکم میبنده و هم این را به عنوان یک تاج افتخار و یا حلقه افتخار به گردن میاندازه. این ما وقتی که تعهد میکنیم میگیم ما با حضرت ولی عصر تعهد میسپاریم که دیگر گناه نکنیم، دیگر معصیت نکنیم، در معرض خطاها و اشتباهات وقتی قرار میگیریم خودمان را کنترل کنیم و حفظ کنیم. نکته ای که شما اشاره کردید نکته جالبی بود. ما در روایت هم داریم این موارد که میفرمایند در زمان غیبت کبرا شاید یکی از دلایل غیبت کبرا و در کل غیبت حضرت ولی عصر شاید یک محک زدن باشه، یک امتحان کردن مؤمنین باشه که تا ببینه که چه کسانی در عهد و در این تعهد و پیمان استوار میمانند. چون ما میبینیم که هم شبهات زیاده است و هم از اون طرف زمان بیعت، زمان غیبت طولانی شد و دسترسی مستقیم به حضرت ولی عصر هم نداریم. بله. و از اون طرف هم دشمنان هم داره طعنه میزنند که کجاست ای ولی عصر شما، چرا به داد شما نمیرسه. اینجا شیطان هم داره از همین فرصت استفاده میکنه، میآیند ممکنه در دل انسان یک وسوسه ای را ایجاد کنه، کجاست حالا ما قدر خواندیم نتیجه چی شد. پس ما در یک امتحان بسیار بزرگی قرار داریم در عصر غیبت کبرا که واقعا اگر بتوانیم از این فرصتی پیش آمده استفاده کنیم و خودمان را آراسته کنیم، چنانه که در بعضی روایات هم اشاره شده که یعنی حفظ کردن دین در آخر الزمان که حالا با توجه به نشانه ها و علایمی که ما در کم کم در اجتماع خود میبینیم و علایم و پیشبینی ها و نشانه هایی که در روایات گذشته از ائمه معصومین علیهم السلام برای ما پیشبینی شده کم کم آثار میبینیم. بله. و در اون روایات اشاره شده که مگه حفظ کردن دین مثل این میمانه که انسان یک آتش در دست خود حفظ کنه و در دست خود نگهداری کنه. این قدر سخت و دشوار میشه. واقعا اگر کسی در این عصری که فضاها آلوده هست، شبهات زیاد است، طعنه های دشمن فراوانه، از طرف دیگر غیبت حضرت هم طولانی شد، خب ما اگر بیاییم در این عصر و زمان خود حفظ بکنیم و استوار بمانیم با او پیمانی که با حضرت میبندیم، یقیناً مصداق او حدیث خواهیم شد که حضرت پیامبر بزرگوار اسلام نقل میکنه، میگه اگر کسی در آخر الزمان پیمان خود را حفظ کنه و منتظر واقعی باشه، این مثل کسی میمانه که در رکاب رسول خدا شمشیر زده، در خیمه رسول خدا قرار داشته، بلکه فضیلتش حتی ممکنه بالاتر از او باشه. این از این معلوم میشه که
حفظ کردن دین و حفظ کردن تجدید پیمان و عهدی که با حضرت ما میبندیم و تجدید میکنیم، این خودش خیلی سخت و دشواره. و اگر کسی هم حفظ بکنه، اون نتایج و آثار و خوبی های را هم دریافت خواهد کرد. لذا ما اگر واقعا بیاییم در این عصر و زمان و من مصداق واقعی منتظری واقعی قرار بگیریم، باید خودمان را خیلی آراسته کنیم و خیلی مواظب باشیم، هم از نظر گفتار و هم از نظر عمل و هم از نظر اعتقادات، که اعتقادات ما اعتقادات درستی باشد. ممکن امروز کتاب‌های زاله‌ای و گمراه کننده در اختیار مردم و مخصوصا در بین قشر جوانان قرار بگیره، که جوانان متعهد و متدین باید خود آراسته کنه، هم از نظری اعتقادی و هم از نظری عملی و از نظری اخلاقی، تا دشمنان اسلام نتوانه از این فرصتی که حالا برایشان پیش آمده از این فرصت استفاده کنه و بر علیه دین و در مقابل اعتقادات ما اینها بیایه حرف بزنه و خدای نکرده انحرافات در جامعه ترویج کنه. لذا جوان متعهد امروز باید خود آراسته کنه. و یکی از آثاری که دعای عهدم که داره، که حالا ما بازم سفارش میکنم خدمت عزیزان و شنوندگانی که این برنامه را میبینه، یعنی واقعا با اخلاص این دعا را بخونه، و قطعا آثاری که این دعا داره شاید یکی از آثارش این باشه که انسان بیمه کنه. بله. یعنی در مقابل شبهات و گرفتاری ها و تهاجماتی که امروز داره جامعه ما را تهدید میکنه، این دعا میتونه این شخصی منتظر را بیمه کنه. یعنی ما داریم در یک جمله در قرآن هم داره که میفرماید بالعروه الوثقا، یعنی به دستگیری محکم انسان های متدین و متعهد چنگ میزنند. ما وقتی که داریم این دعا را میخوانیم، در حقیقت یک دستگیری محکمی در خود ایجاد میکنیم. او دستگیری محکم چیه؟ تعهد با حضرت ولی عصر. ما در روایات هم داریم که به وجود برکت حضرت ولی عصر، وجود نازنین حضرت ولی عصر، یعنی واسطه فیض خالق و مخلوقه. ما اگر داریم ارتباط خود با حضرت محکم میکنیم، دعای عهد میخوانیم و تجدید پیمان میکنیم، معنایش اینه که خود در پناه حضرت قرار میگیریم. میگیم خدایا حضرت ولی عصر ناظر بر اعمال ما هست و ما به توفیل حضرت زندگی میکنیم و خود میسپاریم به خدا و حضرت ولی عصر. و این گونه حس قشنگی است که انسان خودش را در جای و در حدی بدانه که یک قدرت خیلی ارزشمند همواره همراه انسان هست، و در جاهایی که انسان شاید با دشمنانی مواجه شود، با شبهاتی مواجه شود که نتوانه خودش حلش بکنه، انشالله که خدا متعال خودش وسیله بسازه و با همی دید انشالله فرد منتظر و این با همی فرمان راه شاید آبت. انشالله خدمت شما بازم برمیگردیم استاد ارجمند و گرامی، و انشالله صحبت در این راستا خواهیم کرد که به هر حال همی اقلامی را که فرمودید روی مجهز ساختن یک انسان در مورد عقاید و محاسن اخلاقی بیشتر میخواییم در این مورد نظر شما رو داشته باشیم بعد از میانبانه خیلی کوتاه. عزیزان بیننده، انشاءالله که میان برنامه کوتاه را ببینیم و سوالاتی که در این راستا مطرح میشه را بعد از دیدن میان برنامه انشاءالله با استاد مطرح میکنیم و سعی میکنیم نتایج و راهکارهای کاربردی برای منتظران، مخصوصا برای بنده حقیر، عزیزانی که برنامه را میبینن، انشاءالله حاصل شود. با ما همراه باشید. درود بر شما عزیزان، در خدمتان هستیم. انشاءالله در مورد درس هایی از دعای عهد و فراز هایی که در مورد تجدید بیعت با ولی عصر و زمان هست صحبت خواهیم داشت. استاد عزیز، در مقطعی که قبل از میان برنامه در خدمت شما بودیم، اشاراتی داشتین، فرمودین که یک فرد منتظر می باید خودش را مجهز بسازه به دانش و دانش عقیدتی در واقع، یعنی عقاید خودش را درست بلد باشه. میخوایم بدانیم که نقش دانستن یک فرد یا آگاهی یک فرد نسبت به عقایدش چه تأثیری در شناخت شبهات و جواب دادنش داره، و نقش یک منتظر در این بین چگونه میتونه باشه؟ سوال بسیار خوبی اشاره فرمودید. عرض کنم خدمت شما که گاهی ما به صورت کلی یعنی اعتقادات دینی را میاییم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. مثلا ما به صورت کلی اگر بگوییم روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام وجود داره در این رابطه که بخش اعتقادات انسان را میخواد برجسته بسازه،
که در روز قیامت میگه بنده را میاره در روایت و سندش هم معتبر. عزیزانی که اهل تحقیقن در معجم الاحادیث معتبره سرچ بکنن این حدیث میایه که وقتی روز قیامت میشه بنده را میاره میگه که هل عملت، آیا عمل کردی؟ این بنده خوب چاره نداره، باید جواب بگه دیگه. اگه بگه که عمل نکردم، بعد میگه چرا عمل نکردی؟ این در جا میگه نمیدانستم. بعد سوال دیگری به دنبالش سوال میشه که چرا سوال نکردی؟ چرا خودم مجهز نکردی به صلاح علم و دانش؟ این به صورت کلی. بعد میاییم به صورت خصوصی در رابطه با اعتقادی به مهدویت میاییم صحبت میکنیم. ما مگر واقعا بخواهیم یک شخصی یا یک فردی منتظر و مؤثر در جامعه باشیم، ما در صورتی میتونیم مؤثر باشیم که اول خودمان را مجهز کنیم به صلاح علم و دانش. اگر علم و دانش در وجود ما درخشش داشت، یک نورافگنی، یک نورافگنی را در قلب خود ایجاد کردیم. البته علم خودش نوره، در روایت هم داره که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوره در قلب کسی که خدا بخواهد ایره ایجاد میکنه. یعنی اول ما باید یک ظرفیت ایجاد کنیم در خود. ظرفیت در صورت ایجاد میشه که ما باید تهذیب خود مهذب بسازیم، از رذایل اخلاقی و صفات رذیله خود دور بسازیم. وقتی که ما خود آراسته کردیم به لباس تدین و تقوا، قطعا نور علم در قلب ما درخشش میکنه. دنبال علم که بودیم، علم هم خدا به ما خواهد عطا کرد. آیه در قرآن داره که میفرماید و من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا، کسی که در راه ما تلاش بکنه راه های هدایت باز میشه. این در حقیقت این آیه یک آیه امیدوار کننده هست. یک انسانی که دنبال حق و حقیقت است هیچ وقت ناامید نشود، چرا بالاخره در باز میشه. اگر کسی واقعا خالصا لله تلاش داشته باشه که راه حقیقت را به پیمایه، حقیقت باز بالاخره برایش آشکار میشه و او به حقایق و واقعیت ها دست پیدا میکنه. لذا ما اگر بخوایم یک شخص منتظر و در عین حال مؤثری در اجتماع و محیطمان باشیم، خودمان را مجهز به صلاح علم و دانش بسازیم. اخبار و روایاتی که از طریق ائمه معصومین علیهم السلام به صورت معتبر برای ما رسیده، این مورد بررسی قرار بدیم و یاد بگیریم. چرا که ما از ائمه معصومین علیهم السلام روایتی داریم که می‌فرماید هر حدیث و هر خبری، هر گفته ای را نپذیرید. قرآن به عنوان یک اصل و یک معیار قرار میدن، میگه اگر خبری به شما از جانب ما رسید، این بر قرآن عرضه کنید. اگر موافق قرآن بود فخذوه بگیرید، اگر مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار، این را به دیوار بزنید. این در حقیقت یک معیار به دست ما میدن که هر چیز نپذیرید. جوانان مؤمن متدین ما، کسانی که دنبال حق و حقیقت است و کسانی که میخواد واقعا منتظر واقعی باشه و توجهات حضرت هم شامل حالش شده، باید خود آراسته کنه به عقاید حقه. یعنی خود مجهز بسازه که تا هر نوع شبههی، هر نوع تردیدی و هر نوع شبهات دیگری که از راه های مختلف متعدد متوجه جوانی منتظر میشه، زود تحت تأثیر قرار نگیره. وقتی که توانیست، یعنی این خود اگر مجهز کرد، هر حرف را نمیپذیره، چون میدانه که من یک معیاری برای پذیرش دارم. و او روایاتی که حضرت معرفی میکنه و از طریق قرآن الله حضرت برای ما معرفی شد، درسته به صورت شخص حضرت نیامده اسمش، ولی به صورت اوصاف حضرت اشاره شده که حضرت دارای چه خصوصیتی از نظر اخبار و روایات. ما وقتی اگر آمدیم توانستیم خودمان را مجهز کردیم به صلاح علم و دانش و عقاید حق، به هر بادی به تعبیر دیگر نمیلرزیم. باشه، ما صد در دو دقیقه فرصت داریم، میخوایم دکتر دیگر رو اشاره بکنم، از شما میخوایم بشنویم. شاید دوستان عزیز که برنامه رو میبینن بگن که خب به هر حال ما متخصص دین نیستیم که بتونیم تفکیک بکنیم روایات معتبر را و مطالبی که حضرت علی اشاره کردین. در این جاها یک جوان متعهد و منتظر تا چه اندازه باید خودش را مسلح و در واقع مجهز به علم دانش بسازه، و ای که در جاهایی که نتوانست خودش به عبارتی راه را پیدا بکنه چه کار را باید بکنه، در قالب دو دقیقه. سوال خوبی کردین. عرض کنم خدمت شما، اگر کسی اهل تحقیق باشه، حالا یک سوادی فی الجمله اگر داشته باشه، امروز الحمدلله ما اینترنت به نام یک کتابی بین المللی در اختیار داریم، میشه که اونجا ما اگر یک جمله ای را بنویسیم
شاید اگر 100% به او هدف خود نرسیم 80-90% میرسیم. یک راهی که بالاخره ما برای رسیدن به حق و حقیقت ای راه را میتونیم انتخاب کنیم، و اگر این مسیر هم نتوانستیم بپیماییم، ما افراد و اشخاصی که اینها مورد اعتماد اجتماع و در طول تاریخ زندگانی ما فردی بوده که مورد اعتماد و اطمینان بوده، باید به او مراجعه بکنیم. بلکه الحمدلله ما امروز دسترسی داریم به خیلی از علمایی که اینا در بخش دین صاحب نظرن، اینها میتونه راهگشا باشه برای جوانان ما که اینا بیاین به اینها مراجعه بکنن. نه هر کسی که ادعا بکنه که ما بالاخره میتونم شما را دستگیری بکنم و عقاید حق را به شما معرفی کنم. یعنی جوانان ما باید جوانان بیدار و آگاه باشه تا مسائل عقیدتی خود را از مسیر درست تلقی کنه و دریافت نمایه. درود خداوند بر شما. انشاءالله اگر توفیق بود سعی میکنیم که یک برنامه مفصل داری در این راستا تدارک ببینیم و در خدمت حضرت عالی باشیم. از این که محبت کردیم تشریف آوردین سپاسگزار هستیم. از شما التماس داریم. ممنون شما. همراهان عزیز، از نگاه های شما عزیزانم قدردانی میکنیم. انشاءالله که هرگاه با معضل و مشکل یا سوال یا شبهه مواجه میشیم اتدا خودمان دنبالش باشیم و از مرکز و منبع درستش که علمای جید و حقه هست انشاءالله استفاده ببریم. برای تعجیل در فرج امام زمان ارواحنا الفداء دعا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.